تو کنفرانس داب داب دی سی 2024 یه برنامه زنده تاک شو بود که تو اونجا از مسئول AI اپل میپرسن که چرا فقط آیفون های 15 پرو و 15 پرو مکس میتونن از اپل اینتلیجنس پشتیبانی کنن، و جوابی که میده جالبه. میگه یه سری چیز میزان نیاز داره این اپل اینتلیجنس برای کار کردن. اول از همه که تمام آیفون هایی که آپدیت میگیرن همشون در واقع میتونن اینو داشته باشن رو خودشون، اما به حدی کند میشه که زیاد استفاده ازش جالب نیست و به در نخورش میکنه. واسه همین اینو ما محدود کردیم به دستگاه هایی که بهترین بازدهی رو دارن. حالا چیا لازم داره برای اینکه حداقلش چیه اپل اینتلیجنس برای اینکه بازدهی رو داشته باشه؟ ببینید، اولین چیزی که آیفون 15 پرو داره چیپ A17 پروه، و چیپ A17 پرو رو 16 هسته نورال انجین داره که سرعتش دو برابر چیپ A16، یعنی چیپی که رو آیفون 15 خالی هست رو آیفون 14 پرو هست، یعنی یه هسته های نورال انجین داره با سرعت دو برابری. خب بعد 16 هسته هم نورال انجین میخواد که چیپ های M1 به بعد هم روی آیپد ها هم روی مک ها اینو دارن، آیفون هم 12 به بعد اینو دارن، ولی این تنها چیزی نیستش که کار را بیفته. حالا مال 15 پرو سرعتش هم دوبل هست، ولی 16 هسته نورال انجین میخواد که این یکی آیفون ها دارن ولی باقیشو ندارن. باقیش چیه؟ حداقل 8 گیگ رم لازم داره استفاده از نورال انجین، و این 8 گیگ رم چیزیه که مک های M1 دارن، آیپد ها دارن، آیپد های با چیپ M، ولی آیفون ها ندارن. آیفون های 12 ای که مثلا 12 هست نورال انجین داره نداره اونو. در نهایت هم خب چیپ A17 پرو رو آیفون های 15 پرو در واقع اولین نسل چیپ های 3 نانومتری هن که تعداد ترانزیستوراش خیلی بیشتره، خیلی پردازنده قوی تریه و خیلی راحت میتونه یه سری کارا رو انجام بده. ببینید رو آیفون ها همون معماری که رو چیپ آیفون 12 بود رو چیپ های M1 هم هست، اما این نسخه موبایل و کوچیکشه رو آیفون، و نسخه بزرگترش با هسته های بیشتر با تعداد ترانزیستورهای بیشتر روی چیپ های M1 سری M1 اومد مثلا. یعنی درست معماریشون یکیه، از همون هسته ها استفاده میشه، اما خیلی ابعادشون با هم متفاوته، چیزایی که برای گوشی استفاده میشه. و مثلا چیپی که برابری میکنه با چیپ A17 پرو چیپ های M3ه که رو مک ها داریمش، و از نظر توانی همون هسته های آیفون 15 پرو رو بزرگ میکنن و تقویت شده حالا میشه چیپ M3 M3 پرو اینا. واسه همین یه تشابهات اینجوری دارن، ولی اولین چیپی که تو اشل موبایلش سایز A17 پروش نه M3ش رو آیفونیش 8 گیگ رم داره و خیلی قابلیت های عجیب غریبی داره، توان بالایی داره، خلاصه همین چیپ آیفون 15. حالا اگه ما بخوایم اپل اینتلیجنس رو تجربه کنیم دیگه باید از این باید آیفون های پرو رو بگیریم. جوابی که داده اینه که سال دیگه همین چیپ A17 پرو قراره رو آیفون های 16 خالی هم باشه، 16 و 16 پلاس، و واسه آیفون های 16 پرو قراره چیپ بعدی بیاد که در واقع یه چیز کوچیک شده ای از چیپ M4 نسل دوم چیپ های 3 نانومتریه که خیلی کم مصرفتره، کم حرارتتره و توان بالاتری داره. اما از آیفون 15 پرو به قبل، یعنی 15 خالی و گوشی قدیمی تر، هیچ کدوم اپل اینتلیجنس رو به طور کامل تجربه نخواهند کرد. طرف ازش میپرسه که این کاری کردین که مردم مجبور کنین آیفون های جدید بخرن. هم یه نه، ببین رو مک های قدیمی مونم، رو مک های M1 هم مثلا این قابل اجراست. اگه برنامه به اجبار برای فروش بود رو آیپد و مک هم این کار رو میکردیم. حالا از اونور آیپد و مک فروشش کمتره، از اونور سودش بیشتره، تقریبا برابری که نمیکنه، کمتره نسبت به آیفون. ولی حالا اپل اینجوری توضیح داده دیگه، اینم خودش واقعا معلوم نیست، یعنی یه محصول پرفروشمونم اینجوری عرضه کنیم که آدم ها رو مجبور کنیم، اینم
واقعا میتونه معنی بده، یعنی اون چیزی که اپل توضیح داده منو حداقل قانع نکرد. خودم همچین فکر نمی کنم که میخواد مجبور کنه، ولی اگه این بحث پیش بیاد و همچین جوابی داده بشه من قانع نمیشم شخصا.